سلام به همه شما دوستان خوبم در ایران این برنامه رو روز یک شنبه 18 شهریور 1403 میبینن و الان اینجا در آمریکا روز شنبه است هفتم دسامبر 2024 فکر میکنم بسیاری از شما شنیدید خبری که صحبت های اخیر ترامپ در مورد تحریم ها علیه بعضی از کشورها به خصوص روسیه و ایران توسط آمریکا اگر ترامپ رئیس جمهور بشه خیلی از افراد این رو تغییر موضع ترامپ تلقی کنند چون یکی از چیزهایی که طرفداران ترامپ یعنی ایرانیان طرفدار ترامپ روش بحث میکردن این بحث فشار حد اکثری بود یعنی معتقد بودن که در دوره ترامپ فشار حد بر روی جمهور اسلامی بوده البته جمهور اسلامی به دروغ این رو فشار بر مردم ایران میگه که به نظر من این نیست خود خامنهی و دیگران هم تا چند ماه پیش میگفتن که بخش عمده از مشکلات ناشی از مدیریت داخلیه و رقم حجم بسیار یا سهم بسیار کمیش مرتبط هست با تحریم ها ولی به هر حال یه سری از افراد برای اینکه اپوزیسیون رو محکوم کنن اپوزیسیون رو به مطلق متهم می‌کردن اینکه از ترامپ طرفداری می‌کنه با اینکه بخش عمده از اپوزیسیون با ترامپ موافق نیستن بخش قابل توجهی هم موافق هستن و ثانیا تحریم هایی که مطرح است علیه ملت ایران علیه سران جمهوری اسلامی بعضی واقعا جنبه های و حتی در حد مسخره و تنز پیدا کرده مثل مثلا خب چون تلقی این بود که در زمان ترامپ بحث فشار حداکثری که تحریم ها هم بخشش هست وجود داشته خیلی از افراد میگفتن که اگه ترامپ برگرده دوباره مداراهایی که بایدن و هریس با جمهوری اسلامی کردن کاهش پیدا میکنه یا تموم میشه و فشار حداکثری شروع میشه تا اینکه دیروز ترامپ صحبتی داشته و گفته که من از تحریم ها به صورت مؤثر استفاده میکنم اما ز... کوتاه مدت و استدلال کرده که این تحریم ها باعث میشه که چین و بعضی از کشورهای دیگه جایگاه متعلق با آمریکا رو تصرف میکنن در معامله با بسیار از کشورها با ایران با روسیه با جای دیگه و این باعث میشه که اون برتری که دلار در بازار جهانی داره و ناشی از ارتباطات قوی اقتصادی آمریکا با سایر کشورها از بین ترامپ خیلی سریع گفتش که اسم آورد از روسیه و چین و جمهوری اسلامی که من تحریم برقرار میکنم تحریم موثر ولی کوتاه مدت چون نمیخوام بازارها رو از دست بدن و برتری دلار از بین بره خیلی از افراد این رو تغییر موضع ترامپ تلقی کردن من معتقدم که جم... ایران و بخش ایران در صحبت ترامپ یه مقداری هم جنبه سمبولیک و نمایشی داشت و هم خیلی جدی نبود حالا توضیح میدم منو در دفاع از ترامپ نمیگم میخوام بعضی از افراد چون دیدم خیلی واکنش های عجیب داشته توضیح خواهم داد به صورت کامل نکته اولش این که خب از ابتدا اگر کسانی فکر میکردن که آره ترامپ قرار بیاد جمهور اسلام رو سرنگون کنه اشتباه میکردن حتما کسانی که صحبت های منو پیگیری میکنن میدونن من بارها گفتم ترامپ یا بایدن یا هریس یا کلینتون یا بوش هر کنون. اگر خیلی آدم های خوبی باشن به فکر منافع کشورشون هستن نه تعهدی در برابر ما دارن و تجربه تاریخی رفتار جمهوری خواهن و دموکرات با جمهوری اسلامی و مردم ایران نشون میده که خیلی احساس مسئولیتی میکنن یعنی نه تجربه نشون میده نه منطق ایجاب میکنه که حالا اونا به خاطر دلخوشی ما یا به خاطر منافع ملت ایران یا منافع کشور ایران بخوان بیان منافع خودشون زیر پا بذارن اگر جاهایی هم فشار به جمهوری اسلامی میارن هیچ وقتش و هیچ بخشش به خاطر دفاع از مردم ایران نبوده هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها در تمام 45 سال گذشته هر وقت لازم بوده پشت پرده روی پرده علنی غیر علنی با جمهور اسلامی مدارا کردن لاس زدن رابطه برقرار کردن معاملات مخفی و آشکار انجام دادن مداراهایی با هم دیگه داشتن ولی یک دوره مربوط به ترامپ این تلقی ایجاد کرد که ترامپ فشار بیشتر میاره پس نکته اولش اینکه که اصلا اگر کسانی فکر میکردن که ترامپ قرار بیاد فردا صبح جمهوری اسلامی کنه نه نه ترامپ همچین انگیزه ای داره و نه همچین توانی نکته بعد اینکه اون ترامپ گفته به نظر من بیش از اینکه موضوع جمهوری اسلامی باشه به نظر من موضوع روسی است من قبلا هم گفتم درسته حالا پوتین دو سه روز سوش گفتش که من از هریس می میکنم برای ریاست جمهوری به نظر من بیشتر جنبه شوخی داشت و یا ردگم کنید معتقدم تا جنبه شوخیش قوی تر بود حتما پوتین ترامپ رو ترجیح میده به دلیل اینکه ترامپ در دوره ریاست جمهوری اولش هم خیلی به مسائل جهانی کاری نداشت یه جاهایی اگر بحث سرنوشت آمریکا خیلی جدی میشد دخالت میکرد ولی بیشتر به مسائل داخلی آمریکا توجه داشت برخلاف تصوری که در مورد جمهوری و دموکرات آمریکا وجود داره که جمهوری خواهان معمولا نگاه جهانی دارن و دموکرات نگاه به داخل برعکس شد یعنی در زمان ترامپ خیلی از مسائل رو به داخل نگاه میکرد به همین جهت روابطش با سایر کشورها هم با بر اساس مسائل داخلی تنظیم میکرد اتفاقی که افتاده به نظرم پوتین الان ترامپ ترجمه میده چون ترامپ خیلی سریح گفته که شیوه حمایت آمریکا از اوکراین رو تغییر خواهد داد و مخالفت کرده با حجم گسترده از حمایت های تسلیحاتی و مالی که بسیار گسترده هم بوده حمایت های آمریکا از اوکراین و این کاملا مطلوب ترامپ پوتین هست خب اگر ترامپ میخواست به تنهایی مسئله روسیه رو مطرح بکنه دقت کنید نکتهش اینجاست اگر میخواست فقط مسئله روسیه رو مطرح کنه که من تحریم ها علیه روسیه رو محدود میکنم یا کوتاه مدت میکنم خب اون تلقی که در داخل کشور وجود داره که و دیدگاه خوبی هم مردم آمریکا به روسیه و کشورهایی که یا سابقا کمونیستی بودن یا الان هم رگه هایی از کمونیست برشون هست مردم آمریکا دید خوبی ندارن ترامپ ناچار بود که یک مجموعه ای رو بگه که بگه اصلا من نگاه تحریمی خب نگاه تحریمیش به موضوع کاملا متفاوت از نگاه بایدن و معتقد نیست که تحریم رو میخواد به عنوان یک ابزار دراز مدت و یا همیشگی استفاده کنه طبیعتا اگر میگم اگه میخواست مسئله روسیه و پوتین رو بگه خب یه سری اتهاماتی پیرامونش مطرح میشه و یه سری هایی و برداشتهایی به همین ناچار بود کشوری رو کنارش بگذاره از جمله جمهوری اسلامی چون به محض که بحث تحریم های آمریکا مطرح میشه هم برای افکار عمومی آمریکا هم برای سایر کشورها و هم برای مردم ایران مسئله ایران هم و جمهوری اسلامی پیش بر ترام ترامپ مسئله تحریم ها رو روسیه و جمهوری اسلامی رو نام برد اما به صورت کلی گفتش که من ترامپ ها رو تحریم ها رو به صورت کوتاه مدت استفاده میکنم و خیلی سریع ازشون عبور میکنم به معنی که یعنی میخواست بگه من یک تحریمی رو اعمال میکنم به هدفم میرسم خیلی کوتاه مدت از این ادعاهایی که ترامپ زیاد کرده واقعیتش اینه که ادعاهای خالیبندی ترامپ خیلی داشته که اگر من بودم مثلا جنگ اوکراین را نمیافتاد اگر من بودم حادثه 7 اکتبر اتفاق نمیافتاد و به معنی که بیام جنگ اوکراین رو تموم میکنم مسئله غزه رو حل میکنم اینا خالی بندی و یه مقدار رجزخانیه ولی به هر حال این چون وضعیت که الان وجود داره اینه که ترامپ میگه که من میام جز میگم هم خالی بندیاش که تحریم رو میارم یک تحریم موثر میذارم نتیجه که میخوام ازش میگیرم و بعدم تحریم رو لغو میکنم که حالا از روسیه و جمهوری اسلامی به عنوان مثال اسپورت ولی میخوام به شما بگم که حتی اگر ترامپ واقعا در موضوع تحریم ها جمهوری اسلامی و روسیه رو هم سطح هم ببینه یعنی میخواد دقیقا همون سیاست هایی که در مورد روسیه اعمال میکنه در مورد جمهوری هم اعمال کنه یا تحریم ها رو یا برداره یا کم کنه یا کوتاه مدت کنه شرای... مجموعه شرایط این اجازه بهش نمیده حالا من توضیح براتون میدم ببینید اولا روسیه و چین که اتفاقا دو تا از هدف بزرگ ترامپ هستن که میخواد زمینه که روابط حفظ بکنه اما اجازه نده که تفوق و برتری آمریکا نسبت به چین در مسائل اقتصادی و بر روسیه به خاطر مسائل نظامی و سیاسی کاهش پیدا کنه خب حتما پشت پرده میره با اینها یک معامله های انجام خواهد داد و من یقین دارم تجربه تمام سالهای گذشته نشون میده که یقین دارم که جمهورس... روسیه و چین در اون شرایط از برگ جمهوری اسلامی استفاده خواهند کرد و اجازه نخواهند داد دقت کنید روسیه و چین اجازه نخواهند داد تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی برداشته بشه برای اینکه نیازی که امروز جمهوری به چین و روسیه داره به خاطر تحریم های گسترده غرب به ویژه آمریکاست و اگر تحریم ها برداشته بشه دیگه جمهوری نیازمند روسیه و چین نیست روسیه و چین یک جم... یک حکومت نیازمند به خودشون در ایران رو نیاز دارن و به هیچ وجه اجازه نخواهند یعنی هر نوع معامله‌ای با آمریکا خواهند کرد هر نوع بندی خواهند کرد امتیازات رو رد و در خواهند کرد ببینید سطح روابط و میزان معاملات و گردش مالی بین جمهوری اسلامی و چین و روسیه اصلا رقم قابل توجهی در مقایسه با معاملات چین با آمریکا نیست ولی به هر حال بحث های سیاسی، نظامی و اقتصادی وقتی با هم دیگه تلفیق میشه چین و روسیه همواره جمهوری اسلامی رو محتاج به خودشون نیاز دارن و به همین جهت من یقین دارم در رفتارشون با آمریکا و در معاملاتشون پشت پرده و روی پرده با آمریکا طوری رفتار خواهند کرد که تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاهش پیدا نکنه این خیلی نکته مهمه یعنی در تمام سالهای گذشته اتفاقا چین و روسیه دو تا از ابزارهای اصلی بودند یا دو تا از فشارهای اصلی بودند که تحریم علیه ایران لغو نشه چون من عرض میکنم اگر تحریم ها های غربی به طور عام و تحریم های آمریکا به صورت خاص علیه جمهوری اسلامی لغو بشه این نیاز بسیار شدیدی که الان حکومت خامنه ای به روسیه و چین داره از بین میره و اون باجدهی که لازم انجام نمیدن اون امتیازگیری که اونا میتونن انجام بدن دیگه انجام نخواهد شد پس نکته اول اینکه که چین و روسیه که دو تا از تارگت های بزرگ ترامپ هست برای اینکه تعاملات خودش و ارتباطات رسمی و زدابندهاش رو با اونها تنظیم بکنه حتما در اون عرصه چین و روسیه جوری رفتار خواهند کرد که همچنان جمهوری اسلامی به اونها محتاج بشه. عرض میکارم. اینکه اجازه بدن به راحتی تحریم های آمریکا اینها اجازه نخواهند یعنی حتی اگه ترامپ اراده داشته باشه من گرز میکنم اصلا ترامپ علتی که اسم جمهوری اسلامی رو در کنار روسیه آورده به خاطر اینکه فقط روسیه نباشه که اتهامی پیرامونش مطرح نشه میخواد بگه من اصلا نگاه تحریمی که دارم اینه که تحریم یک ابزار کوتاه مدت و وقتی که به اهداف اون رسیدیم باید برش داریم. چون اگر بخوایم تحریم رو دائمیش کنیم یا بلند مدت کنیم اثرگذاری اقتصادی آمریکا در دنیا کم میشه این نگاه اولش اما به فرض حتی اگر اراده داشته باشه که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی برداره قطعا بدانید چین و روسیه جوری رفتار خواهند کرد که آمریکا موفق نشه دوم بسیار از تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی داره اعمال میشه و به خصوص تحریم هایی که همین روزها مطرحه به خاطر مسئله اوکراینه و در این زمینه آمریکا تنها نیست یعنی آمریکا حتی اگر تصمیم بگیره که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی رو برداره قطعا اروپا موفق نخواهد کرد همین الان حتما شنیدید به خاطر واگذاری موشک‌های بالستیک توسط جمهور اسلامی به روسیه یک سر تحریم جدید اروپا و آمریکا داره مطرح میشه و اینها چون مرتبط با روسیه است و مسئله اوکراین تا اون مسئله حل نشه این تحریم‌ها برداشته نخواهد شد به همین جهت هم باز عرض می‌کنم علاوه بر روسیه و چین که سنگ خواهند کرد در برابر لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهور اسلامی اروپایی ها هم اجازه نخواهند داد و در زمینه تحریم آمریکا به تنهایی نمیتونه کار انجام بده آمریکا دست بالاتر داره اما اگر اروپایی با آمریکا همکاری نکنند چون همین الانش هم حجم مراودات اقتصادی جمهوری اسلامی با آمریکا خیلی نیست با اروپا خیلی زیاده تأثیر منفی آمریکا بر تحریم ها یعنی اگر آمریکا بخواد تحریم کنه و اروپا نخواد تحریم کنه اروپا ناچار ناچارن تمکین کنه از آمریکا برای اینکه اگر آمریکا تحریمی رو اعمال کنه و اروپا تمکین نکنه اروپا آمریکا اون شرکت ها و بانک های اروپایی هم تحریم میکنه اما تاثیر مص... از از اونور تاثیر نداره اگر آمریکا نخواد تحریم کنه اروپایی‌ها ملزم نیستن و الان عرض میکنم به خصوص تحریم هایی که الان هم تحریم های حقوق بشری که تعدادش خیلی کمه هم تحریم مرتبط با اوکراین چیزی که حتی اگر آمریکا تصمیم بگیره لغو کنه اروپا تمکین نخواهد کرد پس نکته دوم که حتی به فرض که میگم فرض اول بود که اصلا ترامپ خیلی در حرف جدی نیست اما به فرض که جدی باشه اول روسیه و چین و دوم اروپایی‌ها ها تمکین نخواهند کرد سوم کشورهای منطقه ببینید شما تعارفات سیاسی و دیپلماتیک بذارید کنار تقریبا هیچ کشوری در منطقه دلش نمیخواد جمهوری اسلامی پیشرفت بکنه و لغو تحریم های غرب یعنی باز شدن یعنی ایران پیشرفت کنه اونا کاری به جمهوری اسلامی ندارن ایران نمیخواد پیشرفت بکنه و لغو تحریم های غرب به خصوص تحریم های آمریکا یعنی آغاز روند بخشی از پیشرفت در جمهوری اسلامی علی رغم مدیران جمهوری اسلامی من گفتن دشمن ایران هستن ولی به هر حال تحریم ها که برداشته بشه یک سری اتفاقاتی ممکن بیفته که حتما شرایط اقتصادی رو به نفع جمهوری اسلامی در مقابل اونها تقویت خواهد کرد و یقینا ترکیه عربستان عراق قطر و بسیاری از کویت و بسیاری از کشورهای منطقه حالا غیر از روسیه و اینها کشورهایی که دور تا دور ما هستند خیلی تمایل ندارند و بلکه مخالفند که جمهور اسلامی مشکلات اقتصادیش با غرب حل بشه منفعتی که الان شما حساب کن قطر چه منفعت بزرگی داره میبره از عدم سرمایه گذاری در صنعت گاز ما در میادین مشترک عربستان چه جایگاهی در صنعت در بازار نفت داره کرده به خاطر ضعف حضور جمهوری اسلامی کویت هم در کنار عربستان قرار گرفته چین که داره گذاری میکنه در عربستان علاوه بر اون نکته اولی که عرض کردم خود چین به ماه و چین به من جایگاه خودش موافق نیست که جمهوری اسلامی نیازش به چین و روسیه از بین بره علاوه بر اون به خاطر قراردادهای بزرگی که چین با قطر با عربستان و با با ترکیه با با اخیراً داره دلشون نمیخواد جمهوری اسلامی یک اقتصاد استاندارد و یک روابط استاندارد با غرب داشته باشه پس ببینید سه عامل هست که به فرض جدیت ترامپ برای برداشتن تحریم ها سه عامل نمیذاره یک روسیه و چین که میخوان همواره جمهوری اسلامی رو محتاج به خودشون نگه دارن دو اروپا که یه سری تحریم هاش تحریم های مربوط به اوکراین و سایر تحریم ها ارتباطی با آمریکا نداره و حتی اگر آمریکا بخواد با جمهوری اسلامی مداره کرونا و اجازه نخواهند داد و سوم کشورهای منطقه که نفعشون در همین ادامه تحریم ها و نیاز شدید جمهوری به بعضی از زد های هست به جای اینکه به عنوان قدرت منطقه‌ای با دنیا تعامل بکنه این سه عامل در کنار بعضی از عوامل دیگه حتی عرض می‌کنم دقت کنید حتی اگر ترامپ اراده داشته باشه که تحریم‌ها علیه جمهوری که من اعتقاد دارم بیشتر جنبه نمایشی داشته حرفش این سه عامل به ترامپ اجازه نخواهد داد که در فاصله کوتاه بخواد تحریم رو برداره ضمن اینکه توجه داشته اینکه ترامپ گفت معنیش نیست که اگر رئیس جمهور شد مثلا در 20 ژانویه 2025 میری کاخ سفید مثلا 15 فوریه 2025 تحریم رو برداره میگه من یک دوره کوتاه مدتی تحریم رو اعمال میکنم نتایجی که میخوام میگیرم و تحریم رو لغو میکنم بخشیش خالی بندیه ولی بخشش به هر حال برنامه‌ریزی بکنم در این حال عرض میکنم حتی به فرض اینکه این حرفا حرفای ترامپ خانی نباشه تبلیغات نباشه خالی بندی نباشه به اون سه دلیلی که عرض کردم ترامپ موفق نخواهد شد و این امکان براش وجود نداره که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی رو به وضع ت... به... 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 شیوهی مؤثر و اثرگذار و اثرپذیر هر دو برداره یا کوتاه کنه زمانش رو یا شدت تحریم‌ها رو کاهش بده و روندی که داره پیش میره به خصوص عرض می‌کنم به خصوص با توجه به قصه اوکراین و اراده جدی که اروپا و ناتو دارن برای اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی به خاطر کمک هایی که به اوکراین میکنه یقیناً ترامپ به تنهایی نخواهد نمیتونه که بخواد تنور برداره زمینی که الان اختلافات حتما با اومدن ترامپ اختلاف بین آمریکا و ناتو هم بیشتر خواهد شد و باز ناتو ناچار خودش رو تقویت کنه و حتما در اون شرایط هر اقدامی که موجب تقویت روسیه بشه حتی اگه ترامپ بخواد انجام بده مطمئنا اروپایی اجازه نمیدن پس من عرض کنم خدمت شما ضمن که نکته اول تکرار میکنم که اصلا اون کسانی که فکر میکردن ترامپ قرار بیاد جمهوری اسلامی رو میکنه کنه میکردن اما این یه سری از اینا رفتن آقا آی ترامپ اومد میخواد با جمهوری اسلامی کنه ترامپ حتما با جمهوری اسلامی توافق خواهد کرد اگر جمهوری بماند اما اینکه شما فکر کنید ترامپ به محضی که از راه برسه میتونه تحریم ها رو لغو کنه یا غیر موثر بکنه یا محدود کنه چه به لحاظ زمانی چه به لحاظ حجم و کیفیت تحریم نیست این تحریم ها قطعا در ماه های آینده چه بایدن باشه چه ترامپ در بعضی ارسالات بیشتر خواهد شد و بازم تکرار میکنم کشورهای منطقه هم اصلا راضی نیستن و حتما در تعاملاتی که با غرب و شرق عالم دارن جوری رفتار میکنن که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نتونه به جایگاه استاندارد و جایگاه سزاوار ایران در منطقه برسه خیلی ممنون از اینکه با من همراه هستید ممنون از کمک های فکری که میکنید من در لایف ها میگم اینجا میگم دوستان اگر تصور میکنن که این برنامه ها دیدنش مفیده لطفا از لایک دریغ نکنن کامنت حداقل یک کلم به زبان انگلیسی سابسکرایب هر دو کانال این کانال به کانال یک و دوستان اگر پیپل هم توجه داشته باشم خیلی ممنون میشم و نکته جدیدم که دو سه روز من دارم میگم به توصیه بعد از دوستان خواهش میکنم که این برنامه رو اگر در گروه های هستید معرفی کنید و خواهش کنید که از لینک یوتیوب خود من ببینن که مسئله کمک به من هم میشه خیلی ممنون از همراهیتون شب و روز همتون خوش تا برنامه بعدی